بخور. ما درباره برکت کنیم که در منها هست، این یکم توضیح بیشتر توضیح بدیم که در واقع طبق حلقه فقط اگر نیم ساعت قبل از غروب باشه میتونیم میکنیم برن و برکت کنیم میگم، ولی کمتر از برای بیشتر از نیم ساعت باشه، مثلا 32 دقیقه 33 دقیقه باشه کنیم دوکان نرن. ولی اگر اشتباه رفتن برخه بگن، نه نمیگن بیای پایین. این در صورتی که منهاج معلوم نیست چه منهاجی هست ما اینطور، ولی اگر منهاج هست که از پلاگ منها یعنی تقریبا یک ساعت قبل از غروب، تقریبا 50 دقیقه قبل از غروب، یک ساعت قبل از غروب این منهاج، این در این کلیسا منهاج اینه که کوهنیم برخه کوهنی میگن، اینا میتونن منهاج خودشون ادامه بدن، چون پلاگ منها دیگه تا اندازه این به نزدیک شبه و بنابراین میتونن این منهاج را ادامه بدن، لازم نیست باطل کنن. ولی جایی که منهاج نیست باید صبر کنن تا نیم ساعت قبل از غروب برسه و کوهنیم برن دخان. و این درباره لشون هرا و صحبت های اصور که ما صحبت کردیم، اینم سوال پیش میاد، آیا شوخی کردن، جوک گفتن، مطلق گفتن، اینها مجازه، مجازن یا اصور هستن؟ بدونین هر مطلقی، هر شوخی که باعث خاری کسی از قوم اسرائیل میشه یا به توهین به اهانت میشه، در این صورت این اصوره، میشه لشونرا و میشه لیسانوت، یعنی مسخره کردن، اصوره. مسخره کردن یعنی گفتن مطالبی که ارزش شخصی یا موضوع مهمی را بیاره پایین، این میشه مسخره کردن. و یکی از چهار دسته ای که شخینه را، نور شخینه را، اینا از نور شخینه مستفید نخواهند شد، در طوره که تشبه نکرده باشن از نور شخینه مستفید نخواهند شد در آینده، یکی از این چهار دسته دسته اونایی که مسخره میکنن هر چیزی که اهمیت داره، اینا با یه حرفایی میگذارن که اینا درجه مندرت اهمیت میره پایین، این میشه مسخره کردن. مسخره کردن یعنی اینکه فقط انسان، نه اینکه میگه یه چیزی میگه و مردم میخندن در وقت بعد اوقات، نه نه، این مسخره که نیست میسوام هست. مثلا کسانی که در غم و غصه و ناراحتی و اندوه و ناامیدی هستن، اینا مصیبت بزرگ، اینا رو میگه اینا تعریف کرد، تعریف های خوب کرد، دلشون شاد کرد و اینا رو به خنده انداخت، ولی به شرط اینکه این مطلب، این موضوع عقلانه باشه، درش یک علمی باشه یا تدبیر باشه. و این مثلا چی؟ مثلا میگیم زیر درختی پنج گنجشک نشسته بودن، یه نفر اومد با تیرش یکی از گنجشک رو کشت، چند گنجشک روی این درخت باقی موندن؟ کی میدونه که حساب میتونه بلده؟ اگر بگه چهارتا اشتباه میکنیم هیچی. چرا؟ چون وقتی با یک تیر بزنه همش فرام میکنه میرن، کسی نمیمونه که. مثلا چین چیزی مثلا که این هم کسی مسخره نکرده، به کسی توهین نکرده و هم حرفی زده، حرف عقلانه، حرف منطقی، حرف حساب درست. و هم و این مثلا چین چیزی تعریفی شبیه این، هر چیز شبیه این باشه، این نه تنها که اصول نیست بلکه میفهم هست که بدین طریقه اونه که در غم و غصه و اندوه و نامیدی هستن اینا را خوشحال کنه، شاد بکنه، اینا را کمی به زنده بکنه. این خیلی میخوای بزرگیه. این که همون که در گمارا تعلیم برماد که یه رفعه یکی از ابراهیم حقم اسرائیل الیوه نبی زخن رو تفت در یکی از بازارها دید، گفت من میخوام ببینم از این مردم که رد میشن میان میرن کدام در بین علما هستن، کدام یکیشون اینا
دارای علما هستند و مطمئن هستیم که اینا علما دارن. گفت بنتایم در این صورت در این بین چیزی کسی نیست. بعد مدتی این دو نفر بین اینا هستن که بین علما هستن، رفت پیش اینا گفت شما چه کار شما چیه؟ شما چه کار میکنید؟ گفت بله ما اگر بریم به دو نفر دعوات و مرافع دشمنی میره بین اینا صلح میکنیم، همینطور اگر بریم کسی قصه داره غم داره اندوهگینه از زندگی ناامیده میریم اینقدر بهش تعریف میکنیم و میخندیم شادش میکنیم تا اصلا تمام این کم قدر در میاریم. این شد اینا شدن بین آرام با. چرا؟ چون با این تعریف هایی که انسان دیگر شاد میکنه و خوشحال میکنه این خیلی اوقات اصلا زندگی را از دست نجات میده. این ممکنه که از فرط ناامیدی و اینا بره بیفته توی ناامیدی و قصه و غم و اصلا کاملا زندگی از دست بده. ولی انسان میره اینا شاد میکنه، خوشحال میکنه، به زندگی امیدوار میکنه، داره یک جان از واقعا جان از مرگ از نابودی خلاص میکنه. از این بهتر از این چه بیشتر نیست؟ پس کسانی که حرفا میزنن که خنده داره و دیگران را میخندن، اگر این حرفا اینها منطقی باشه، عاقلانه باشه، مبنا بر یک علمی چیزی باشه، این البته که اینا این اصلا اصور نیست و میفهم هست که مردم شاد بکنه، شون شاد بکنه. و خیلی وقت هست که انسان اصلا هیچ علاقه به مختن تره و اینا نداره، با این خوشحالی که به دست میده بهش نوع یه شوق و ذوقی میده که بره تره بخونه، تره بخونه، میتونه انجام بده، بهش یک نیروی بده، که بده قلب میده. خیلی خوب. برای بعد بدونیم که این فقط با برای مردان، ولی شوخی کردن با زنها و دخترها اسوره. این باید بدونیم که این هیچ مجاز نیست و این ابونه سنگینیه و نباستی یک مردی بره با یک بزنها صحبت کنه و اینا را بخندانه و با این شوخی بکنه که این اسوره. اگر این زن در یک دوسته و کمی قرار داره، یعنی زنی بره با اون صحبت کنه، نه که مرد کار مردان نیست. مردا برای مردا، زنها برای زنها. فقط در یک مورد هست که انسان برای زنی حرفای خنده‌دار بزنه که نخواهش کنه، مادرش که اگر در گفتگو و غم و ناراحتیه اینا بگیر برای تعریفای خنده‌دار بکنه، اینا از این گمه گفته در بیاره و اینا خوشحال بکنه، در این صورت این مجازه. چرا مجاز؟ که هیچی مصفهم هست که مادرش را شاد میکنه و این مصفهی که بود آبرام انجام میده. این در این هیچ شک و تردید نیست که این مجازه. و درباره زنهای دیگه این بعد نگامده گفتیم اسوره. و درباره این بس انسان بدونیم که فقط برای مادرشه، برای زن خودش هم در موارد هست که اسوره، برای مجازه و همونطور دخترش هم برای هست مجازه. و این برای در هر صورت در مادر همیشه این برای پسر یا حتی نوه پسر دخترش این میتونه مادر بزرگش را شاد بکنه، خوشحال بکنه، چون برای نوه و مادر بزرگ این اصلا مجازه که با هم تنها بمونن. مثلا مادر بزرگ در یک خونه، در یک اتاق، در یک آپارتمان تنها، نوه پسر دختر میتونه بر اونجا با این در اون آپارتمان بخوابه، بعد این پرستاری بکنه، توجه کنه، کمک بکنه. این مجازه. همینطور بوسیدن، نوه میتونه مادر بزرگ را ببوسه، مادر بزرگ میتونه نوه را ببوسه. بنابراین در این صورت این شوخی کردن و گفتن حرفای خنده‌دار برای مادر بزرگ این هم مجازه. و نه تنها نوه بلکه پسر نوه، نتیجه اینا همه دوره اینا مجازن برای با مادر بزرگشون تنها بونن و ببوسن و اینا با اینا حرف بزنن. خب در این صورت این موضوع را ما توضیح دادیم که در چه موردی مسخره هزامشه، در چه موردی برعکس میصفت که انسان حرفای خنده‌آور بزنه دیگر را شاد کنه. دارو.